خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. اگر خاطرتون باشه، روز سه‌شنبه من در برنامه اشاره کردم که مردم نسبت به مسئله کرونا اون طوری که باید توجه نمی کنن و وقتی که اعلام میشه از طرف مقامات بهداشتی و منظورم دولتی نیست، چون دولت که هرچی بگه مردم برعکس رفتار میکنن، محافل ملی پزشکی و جهانی که برای حفظ سلامت خودتون که شده از ایاب و زهاب به شهرهای مختلف و حتی خیابونهای نزدیک منازلتون خودداری بکنید. من اینجا نگاه میکنم میبینم که اکثریت تام مردم تقریبا به مقررات قرنطینه احترام میذارن و همه در منازلشون هستن مگر اینکه یک کار ضروری پیش بیاد و تمام مقررات رو واقعا مردم اجرا میکنه. نه اینجا، بلکه گزارش هایی که ما داریم نشون میده در سراسر جهان تقریبا این کار داره انجام میشه، چون سلامتی و زندگی خود مردم در پیشه. در این ارتباط یه مقداری من ایمیل دریافت کردم، تعداد زیادی، و حتی چند تا تلفن داشتم که نشون میداد مردم در ایران مقررات قرنطینه رو بسیار دقیق اجرا میکنه. نمونهشم جاده های ایران چند تا عکس بر من فرستاده بودن که چند تا از این عکس دارم. امیرم برای من فرستاد، امیر خودمون، امیر شهرتی، و نشون میداد که جاده های ایران که منتهی میشه به شهرهای شمالی و شهرهای دیگه مطلقا خالی از اتومبیله و مردم در منازلشون هستن و این ترفندی که رژیم میخواست به کار ببره که علت این که کرونا در سراسر ایران شیوع پیدا کرده عدم توجه مردم به مسائل قرنطینه و سلامتی خودشونه. مردم با این کارشون زدن تو دهن رژیم و ثابت کردن که در این مورد این رژیم دروغ میگه. این رژیم چون خاصیتش دروغگویه، بر پایه و مبنای دروغگویه، اصلا پشت مسئله دین قایم شدن و قدرت به دست گرفتن و مردم رو سرکوب کردن و چاپیدن، این اصلا به خاطر اینه که دروغ میگن اینا. یعنی زندگی این دوره شما رو، زندگی که باید لذت ببرید از همه چی، از رنگ، از هوا، از زندگیتون، از بچه هاتون، اینا میخوان همه اینا رو خراب کنن، بگن در آینده اگه شما اونطوری که ما میگیم نه خودشون عمل میکنن این کارها رو بکنین، در دنیای آینده میرین تو بهش. تشکر کردی. بنابراین مردم متوجه بازی اینا شدن که اینا میخوان بازی رو بزن گردن مردم و بیلیاقتی و عدم مدیریتشون رو میخوان اینطوری لوس کنن و بگن ما مدیریت داریم، ما تمام امکانات، که دروغ میگن، امکانات رو داریم، در اختیار مردم گذاشتیم، این مردم خودشون هستن که به این مسائل توجه ندارن. ببینید، هزاران اتومبیل میره شمال، بله اول این کار کردن مردم، چون جدی نگرفتن، چون اینا رو باور ندارن، میگفتن اینا مزخرف میگن. اگه مزخرف نمیگفتن، یکی از سرداراشون که میمرد، دیدی که یکی از سرداراشون مرد و هزاران نفر از این سربازای کاسبلی سریختن تو خیابونا و پشت سر جنازه، بعد مردم گفتن با
اینا از این ور به ما میگن نیان تو خیابون، از این ور ببینید چه تشییع جنازه گرفتن. اینی که مردم حرف اینا رو باور ندارن. برای چی الان کشورهایی که بیشترین حمله رو جمهوری اسلامی بهشون میکنه محبوب در این کشورها؟ من نمیخوام دفاع کنم بگم که مثلا از آمریکا دفاع میکنن، از اسرائیل دفاع. دلیلش اینه امروز اگر شما میبینید که اکثریت مردم ایران نسبت به دولت‌های چین و نسبت به دولت‌های روسیه و هر دولتی که با اینا همکاری میکنه خشمگین هستن و اصلا اسم این کشورها راضی نیستن بشنون، به خاطر اینی که اینا از اونا تعریف میکنن. الان بشار اسد رئیس جمهور روسیه، رئیس جمهور چین، این کشورها که با ایران روابط نزدیک دارن مورد نفرت مردم ایران هم. حالا شما بیان برین اونجا بگین آقا نتانیاهو، بیان برین بگین نمیدونم آقای ترامپ، با وجود که من با هیچ کدوم اینا میونه خوبی هم ندارم ولی ببینید چه محبوبیتی دارن. نمونه شو دیدید دیگه، پرچم اسرائیل رو گذاشتن، پرچم آمریکا رو گذاشتن. حالا این البته مربوط به نخست وزیر و رؤسای جمهور آمریکا نیست و فکر کردن مردم حالا با کفش میرن رو اینا عبور میکنن، در حالی که میبینید اونجایی که پرچم ها شروع میشه یک دونه کفش فقط وسطشه، اونم یکی از این آخونداست، بقیه کفش ها دور پرچمه، هم پرچم اسرائیل و هم پرچم آمریکا، طوری که این اصلا مورد توجه مطبوعات آمریکایی و فیلم ها و به اصطلاح چیزهای خبری تلویزیون آمریکا قرار گرفت. و تو دانشگاه دو تا پرچم گذاشتن اسرائیل و آمریکا، یک دونه از این دانشجو رو پرچم رد نمیشه. این نشونه چیه؟ این نشونه بلوغ مردم ایرانه و احترام به هویت ملی کشورهای دیگه. شما اگه با اسرائیل بدید یا با امریکا بدید، به پرچم اینا چرا توهین میکنید؟ پرچم هویت هر کشوره. خب نتیجه این شده کشورهای عربی هم برای که بزنن تو دهن شما، آخوندهای شما رو شکلشون رو میکشن مثل خمینی و این رهبر کجکوله خودمون و اینا، باید عروش عبور میکنن. به پرچم ایران، البته پرچم قورباغه‌ای شما توهین میکنن، برای که خودتون یاد کشتون دادید. حالا میخوام اینه براتون بگم، مردم به این چیزایی که اینا میگن اعتقاد داره. اگه اینا بگن آقا شما این انتهای این جاده که میرین 10 تا علامت هم بزنه در رس میری تو در مردم میرن، میگه یه حقوق بازی هست اون تا. اگر یادتون باشه زمانی که اینا دروغگویی رو شروع کردن برای اینکه دولت بختیار خراب بکنن، و اصولا از چند ماه قبلش که بختیار هم روی کار بیاد و از راه دروغ و شالاتان بازی و حقوق بازی قدرت رو در مملکت ما در دست میگیرن و فقط دروغ میگفتن، میامدن جنازه رو از مردم میگرفتن، میگفتن این جوان پرپر ما سمدن فلان، هدیه به رهبر مسلمان، اون رهبرشون خمینی رو میگفتن که میگفتن یا کارهای دیگه دیگه، سینما رکس آتیش میزدن میدختن گردن دولت، نمیدونم آدم ها رو میکشتن تو خیابون میگفتن دولت کرده. بعد معلوم شد که آقا اینا همشون جانی هم. اینایی که این کارها رو کردن همونایی هستن که الان در قدرت هم. همونا هستن که معلم دینیشون میگه مخالف شما باید بگید تکه تکه کنید. توجه کردین؟ برای اینکه اینا این مردکی که به اسم معروف شده به اسم که خیلی قاطع یاد زمان صدام میفتم، مردک میومد بچهش رو میآورد جلو صدام، چاقو هم میگرفت این دستش. حتی فکر این شرم آوره، رئیس اجازه بده بچه‌مو در راه تو بکشم. مردک چرا بچه‌تو میکشی؟ خود تو بکش. کاسلیسی در جهان سوم میتونه تو این اندازه باشه و اینا دارن، این خاصیت رو دارن.
نمیبینی؟ یه ده ابله میان چشاشون رو میمالن میگن اینجا رهبر از اینجا با کفشش عبور کرده، چشاشون رو میمالن اونجا. یعنی حقیرانه ترین کاسلیسی که تو دنیا وجود داره. داشتم فیلم های اوائل انقلاب و من بیشترشون رو ضبط کردم. یکی از اینا به بهشتی میگه آقا امروز شما ماشاءالله چقدر خوشگل شدی. اونم میگه خوشگلی از خودتونه. شو تصور شو کنی آدم به مشکینی و نمیدونم به آقای هاشمی رفسنجانی و آقای جزائری در خوزستان که به زیباترین مردان هالیوود تنه میزنه بگه که شما چقدر خوشگل شد. الان امیر نمیدونه اصلا این داره میتونه نشون بده، مخصوصا اون جزائری رو که گفته بوده که اگر نگاه کردن به روحانیت به منظور پلید نباشه اشکالی نداره. خیلی دوست دارم عکسش رو ببینیم، ببینید که آدم اصلا اونو نگاه میتونه بکنه. یکیشون هم گفته بود که در این شرایط سخت ایجاب میکنه که شما به روحانیت بیشتر برسین، بسیاری از نیازهای اونا رو تأمین بکنی، ولی سعی کنی بهشون زیاد نزدیک نشین بیمار شن. خیلی حرفای خنده داری میزنن. بعضی وقت من معتقدم که اینا اگه بشینن سناریو بنویسن با این حرفش آدم قش میکنه خنده. باور کن. بگذاریم حالا. خواستم به این تو بگم که این نامه‌ای که من دریافت کردم، ایمیلایی که دریافت کردم، مردم میگن اینطوری نیست، اینا دروغ میگن. اینا حتی فیلم‌های قبلی رو میارن که ببینیم مردم توجه نداره. نه. الان تمام جاده‌ها پاکه پاکه. مردم مسافرت نمیرن، قرنطینه رو حفظ میکنن و بسیار دقیق هم شده چون دیدن خطر جدیه و دولت هیچ امکانی داره، فقط دروغ میگه، آمارای دروغ. دیدین گفته ما در عرض چند روز فکر میکنم بتونیم روشایی که خودمون تعیین کردیم و پزشکان دیشب چیز میگفت، این مرده که رهبر دروغ، رئیس جمهور دروغو آقای کلیساز میگفت تجربیات خودمون و پزشکامون و مشاورینمون نشون داد که کار ما درسته. اگه برعکس اینو گفته بود برای آدم جالب بود. خب شما که همه چی رو بگید درسته. اما همین الان گرامی گفتم براتون که شما خودتون در جریان خبرها هستید. اینا انتظار دارن و داشتن. کما اینکه امروز داشتم صبح میخوندم دیدم که نوشته مقامات اوپک $500,000 اوپک اونم برای کمک به امر مبارزه با ویروس کرونا $500,000 به ایران کمک کرد. یعنی شما انتظار داشتین اوپک و اون تشکیلات عظیمش که چندین کشور گردن کلفت نفتخیز تو شرکت دارن حداقل مثلا $500,000,000 بده، $500,000 $500,000 کمک کرد، ولی اینا دوست دارن اون پول نقده، نه نظارت اینا چیزی، برای اینم کم دادن میدن دستشون تو همون دور اول تموم میشه. بگذاریم دیگه به پایین‌تری ها نمیرسیم. برای همینم پزشکان بدون مرز که اومدن اینا گفتن بله بیان، اینا خیال کردن میان اینا دم مرز اینا رو تحویل میدن خودشون میرن، وقتی که گفتن نه ما باید بیان نظارت کنیم گفتن نه. همه کارا رو هم از نظر قانونی انجام داده بودن، ویزا برای دکترها گرفته بودن، اجازه حتی جایی که اینا قرار به اصطلاح بیمارستان صحرایی در اصفهان بزنن گذاشته بودن، همه کارا آماده بود. آمدن از هواپیما می وسایل پیاده کردن، اینا گفتن نه وسایل میذاریم خودتون میریم، گفتن نه ما قرار شده با پزشکا بیایم به مردم کمک کنیم.
گفتن نه اونام دستگاه رو اشتن برده. الانم فقط میگن، میگن شما تحریما رو بردارید. باز دیشب میگن حسن کلیساز میگفت، میگفت الان این بهترین موقعیت بود که شما میامدین به مردم ایران و به مردم خودتون و به مردم دنیا ثابت میکردین که کاری که کردین اشتباه بود و باب مذاکره رو باز میذاشتین. یعنی میگفتین که تحریما اشتباه است و دوباره به ما پول میدادین، ما این پولا رو میخوردیم یا میدادیم به حزب الله لبنان یا جا که به مردم ایران فشار نیاد. شما در زمان احمدی نژاد 850 میلیارد دلار، 850 میلیارد دلار فقط پول نفت گرفتی در 6 سال، نه در 8 سال، چون دو سال آخرش که احمدی نژاد اصلا آدم نمیدونستن. خب شما در عرض این 6 سال 850 میلیارد دلار ثروت که نصیب مردم ایران شد چی شد؟ کجا رفت؟ جز اینی که شما آقازاده‌هاتون و فک فامیلاتون رو آوردید در خارج از کشور، بهترین خونه ها و ویلاها رو خریدین، بهترین امکانات گذاشتین و مردم ما بدبختر و بدبختر و بدبختر شد. طوری که حسن نصرالله گفت، گفت آقا من با کمال شجاعت میگم تمام امکانات ما از نظر آذوقه، از نظر اسلحه، از نظر تشکیل، اینا رو همه رو جمهوری اسلامی میپردازه. دیگه راحت‌تر از این؟ حالا شما چسبیدین مردم هم دین شلوولای وسط که آقا مردم دارن بدبخت میشن، این تحریما رو وردارین. خب تحریما رو وردارن، به مردم ایران چی میرسه؟ 41 سال اینا رو کارن، 41 سال نفت فروختن، بسیاری از منابع ثروت‌های مردم ایران رو فروختن. مردم ایران از این 41 سال، از این 85 میلیون نفر 70 میلیونشون بدبختن. در مورد پزشکا، الان اینا که در بیمارستان‌های ایران چه نرس، چه بهیار، چه پزشک، هر کس که تو بیمارستان کار مسئله جونشون رو گذاشتن، این انسان‌های شریف جونشون رو، بعد هم میبینید که تق 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 میفتن زمین میمیرن ولی ادامه میدن. عکس یه پرستار دیدم 8 روز بود بچهش رو ندیده بود، از تو بیمارستان تکون نخورده بود، بعد این گردن کلفت‌ها همه در رفتن، رفتن بهترین جاها قایم شدن. یک دونه نرس، یه بهیار ایرانی ارزش فنزه یک گله از این آخونداست که هزاران رس دوشه. چه کردید شما؟ با پای راست برید وارد توالت بشین و با پای چپ برگردین، توالت رو اینوری بسازین. نمیدونم آقا امام زمان رو نمیدونم دیشب خواب دیدم، گفتم نمیدونم تو این خزینه نرو، برو تو اون خزینه. از این حرفای بی ارزش بی معنی که دینم خراب کردین شما، همون دین خودتونم خراب کردین. نمیدونم تو این بوزای بوز سیاه است که عربی حرف بزنه، اومد گفت بله چرا شما یونجا رو نمیخورین؟ گفت اینجا در چند سال آینده قرار امام حسین اینجا سر ببره. مثلا 400 سال زودتر. خب همینطوری مردم رو در فقر فکری شما نگردشتید دیگه، در فقر فکری. چون هر چقدر مردم عقب افتاده تر و ابله تر باشن، این حرفای شما رو بیشتر میپذیرن. آدم فهمیده با شعور که وقتی میبینه ناودون شکسته یه مقدار آب ریخته رو دیوار، که نمیگه که این ترکیب امام زمانی که دستمال به مال روش. اونم که روشن فکرهای ما اول انقلاب عکس آقا رو تو ماه دیدن، واضح خودشون بود. اشکال بعضی از روشن فکرهای ما اینه که میخوان با موج حرکت کنن،
در حال که کار روشنفکر فقط این نیست، کار روشنفکر نیست، در جهت اینه که در جهت مخالف هم حرکت کنه، مثل رحیمی، مصطفی رحیمی، مثل خیلی ها که همون اوائل سرش رو زیر آب کردن. اینا یه آدم هایی میخواستن مثل حزب توده، از اون ور به مصدق بگن تو نوکر امپریالیزم آمریکایی، از اون ور به خمینی بگن تو امام خمینی هستی. اسلام با اصلا پایه گذار کمونیسم هم اسلام بوده و در خدمت اینا تا آخرین لحظه. کانون نویسندگان رو با هم بزنن که چون یه کانون دیگه درست کنن، بگن آقا کشتارا باید ادامه پیدا کنه، خلق قهرمان ایران داره به پیروزی درخشان میرسه، این نوکران امپریالیزم نمیذارن، این ملیای نمیدونم خائن لیبرال نمیذارن، همینا همین چیزا رو مینوشتن روزنامه مردم. لیبرال شده بود فوش، همین دوستان توده‌ای انداختن دهن مردم، همین تو این دهن این دهنگشادای حزب الله، وگرنه اینا چه میدونن لیبرال چیه. حالا اینو میخوام بگم، تعداد بیشماری ما پزشک داشتیم، پزشکان حاضر، پزشکانی که هر کدومشون میتونستن خدمات درخشان بکنن برای بهداشت اون مملکت. خب اینا کلیمی بودن، همیهنان کلیمی ما بودن، باهایی بودن، زرتشتی بودن، مسیحی بودن، شیعه بودن، سنی بودن، همه رو فراری دادن. خمینی گفت برن گم شن، ما از همین طلبه ها دکتر میسازیم. راست میگه که بیا ساختن، بعد فهمیدن که مردم آقا اینا چیزی بارشون نیست. الان هم اگه دکترهای مورد توجه مردم هم پزشکایی هستن که یا لیاقت شخصشون بوده یا از گذشته هستن یا در خارج درس خوندن، و یعنی یه دنازی پزشکار من یادم باش مصاحبه کردم، گفتو بله ما تبابت رو میکنیم ولی خداوند متعال تصمیم میگیره. حالا مملکت ما واقعا این پزشکا دارن شب و روز جان میکنن، کادر پزشکی همه رو فراری دارن. بیان برین اینجا بیمارستان، آدم دلش میسوزه، توی کادر بیمارستان 10 تا پزشک ایرانیه، تخصصهای بی نظیر و هوشمندی و دقت کامل و صاحب تبحر. من اینجور میشنستم اسم نمیخوام، بایدم ببرم چرا نه، بارها دیدم آدم ها رو. همینجور نزدیک که ما یه بیمارستان هست که چندین پزشک ایرانی توشن، آدم اصلا حیرت میکنه، دکتر معنوی، دکتر یادگار، دکتر کسانی هستن که آمریکایی ها وقتی که میان اونجا میگن این دکتر ها باید بیان، اینا باید دکتر ما هستن. دکتر کعباسی، حالا اون آدم های مختلف، من ده ها صد ها دکتر میتونم اینجا ایرانی برای شما اسم برم. تو آلمان بهترین بیمارستان ها شف آرساش، یعنی کسایی که مسئولیت یک قسمت بزرگ بیمارستان با ایرانی ها بود، یعنی اینا پرورش پیدا کردن، پرورش پیدا کرده در بهترین دانشگاه های ایران بودن مثل شریف و خدمتشون در جهت کشورهای دیگه. چرا نه؟ برای اینکه وقتی تو ایران به شما اعتنا نمی کنن، اصلا قدر شما رو نمی دونن و یه دونه حزب اللهی نمی دونم پاپتی ابله عقب افتاده میتونه بیاد شما رو بزنه زندگیتون رو ناقص بکنه، اون ارجحیت داره بر شما. خب چرا نباید از اون مملکت در رفت؟ الان وضعیت طوری شده
همیانان گرامی، این مسئله کرونا، من داشتم یه گزارشی میخوندم که نوشته در اسپانیا علاوه بر بیکاری قبلی 900 هزار شغل تا به حال به خطر افتاده. تقریبا تمام هتل‌های اسپانیا که معروف دیگه کشور توریستیه همه تعطیله. خب شما وقتی هتل‌ها رو تعطیل می‌کنین پشتش رستوران‌ها تعطیله، پشتش دیگه هواپیمایی نمیاد، یعنی توریستی نمیاد، تو همین چیزا هزاران شغله. بعد از طرفی نوشته که 6 میلیون نفر، توجه کنید 6 میلیون نفر آمریکایی برای مزایای بیکاری به ادارات کار مراجعه کرد. 6 میلیون. همین 3 ماه پیش بود که آمریکا میگفتن در تاریخ 45 سالش، 45 سال اگه شما برگردین عقب، نه 45 سالش، هرگز تا این اندازه کار ایجاد نشده بود و وضع اقتصادی مردم به این اندازه خوب نبوده. الان همه سقوط کرد. یعنی یه بیماری چنون زد زمین اقتصاد جهانی رو که حالا میگن که اول اینکه معلوم نیست این جهان تا چه طول بکشه و بعد از مسئله کرونا جهان به کجا میرسه، اقتصاد جهان چی میشه. میگن دیگه اینجوری شده که میگفتن قبل از جنگ بین الملل دوم و بعد از جنگ بین الملل دوم، حالا باید بگن قبل از کرونا و بعد از کرونا، چون خطر تو اینجاها اومده. جور اصلا حیرت آوره، حیرت آوره که چطور امکان داره یک بیماری تا این اندازه زندگی ها رو مختل بکنه، بیکاری رو زیاد بکنه. نمیدونم، من الان نوشته که زندانی ها دارن آزاد میشن، مردم عادی همه تو زندان هاره. البته در ایران که نه، ایران که از خدا میکنه این زندانی ها سیاسی کرونا بگیرن، آخونده خودش با یه تیر دوتا نشون بزن. ولی من امیدوار هستم که حالا که این کرونا، این وحشت بزرگ در جهان به وجود اومده، این یک راهی هم باشه برای سقوط ددمنشترین حکومت جهان و خونریزترین و دوستترین دولتی که به قول سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفتی که شما دزدی نکنید، پولایی که قایم کردیم بیاریم بریزید در اختیار مردم، به هیچ کشوری احتیاج نداری. راست میگه. خب مثل این که ما میتونیم بریم چند تا آگهی رو ببینیم و بازگردیم و من صحبت بکنم با آقای حسین حجازی، دوست قدیمی. کاربر جیل تاک هستید، در صورت تمایل می توانید از موجودی خود مقدار دلخواهی را به دوستان دیگری که اپ جیل تاک دارند منتقل کنید. برای این کار از اینجا گزینه فاند ترانسفر را انتخاب کنید. سپس شماره تلفن شخصی را که می خواهید به او اعتبار بدهید را در اینجا تایپ کنید. مبلغ اعتبار انتقالی مورد نظر را در اینجا بنویسید و سپس گزینه Verify را انتخاب کنید. پس از تایید شماره نفر مقابل، گزینه ترانسفر را انتخاب کنید. حال این مبلغ از اعتبار شما کاسته شده و به اعتبار نفر مقابل افزوده شده است. جیل تاک در کنار شما برای ارتباط با عزیزان.
خب همینان گرامی، با آقای حجازی رو ما روی خط بیاریم. من به یه موضوعی هم خواستم اشاره بکنم و اون این بود که داشتم یه مقاله رو میخوندم، درش نوشته بود که شما وقتی که به یک آدم قدرت مطلق میبخشید، این آدم میشه فساد مطلق و میشه قدرتی که دیگه به این راحتی ها نمیتونی قدرت ازش بگیری. و این کاملا درسته، ما همه بشریم دیگه. این مردک روزخانی که یه موقع با موتور آلا اولاغ و اینا نمیدونم سوار میشد و میرفت 8 تومن 9 تومن میگرفت روزه میخوند برای امام حسین، حالا شما این آوردی کردی رهبر معظم انقلاب، از صبح بلند میشه زنش، دخترش، پسراش، عروساش، پدرزنهای نمیدونم پسراش، شوهرای پدر و شوهرای دختراش، اینا هیچ چپ و راست دل راست پاش ماش میکنن، هرچی میگه میگن شما درست میگی، یکی نمیگی شما غلط میگی. بعد میاد بیرون تمام اون نوکرا و کاسلیسا، بعد میره توی نظامی ها، همه اون آدم گنده با اون آشخالایی که رو شونه هاشون هست ولی شعورایی که تو کلشون نیست. خب اینا هی دولاراست میشن، هی میگن شما خدایی. این طرف میگه نکنه من اصلا خبر نداشتم. آقا دیشب خواب دیدم که مرد نورانی اومد گفت آقا نماینده ماست، آقا پدر بزرگ ما بوده. خب این یواش یواش شک درش به وجود میاد که آقا من هستم دیگه، من خودم هم بعضی وقتا احساس میکنم من یه جاهای دیگه هم، یه صداهایی به گوشم میرسه. خب اینا میفهمن. این یواش یواش، یواش یواش هم نه، یهو میگه آقا من که میتونم جوان 1000 نفر بگیرم، حالا امتحانم میکنم دیگه، آقا بزنی 1000 نفر بکشون، میرن 10000 نفر میکشه. میگه بریم بگیم ما کمک خارجی نمیخوایم. میگه نمیخوایم. میگه بگیم برای این قرارداد ما 10 میلیون میخوایم. میدن. یاد اوائل انقلاب میافتن این دوستان ما بودن در آلمان که این هیئت‌های مختلف از جمهوری اسلامی میومدن برای قرارداد بستن و کارخانه ها رو بهاشون به اصطلاح قرارداد بدن، کارخانه ها رو ببرن ایران. تا می رسیدن در یک کارخانه شروع می کردن صحبت کردن و من نمی دونم. الو بله، آقای حجازی مثل این که تلفن ما رو جواب نمی دن. آقای حجازی اگر صدای ما رو می شنوید لطفا تماس بگیرید با قسمت فنی تلویزیون، چون هرچی شما رو میگیرن نمیتونم با شما صحبت کنم. حالا من تا صحبتم تمام بشه شاید آقای اجازی هم تماس بگیرم. به من زنگ نزنید آقای اجازی، من اینجا نمیتونم جلو دور بیم، به اداره زنگ بزنید. آقای اجازی امیر دوباره بگیرین آقای اجازی رو، میگه من زنگ میزنم رسپشن، نه استودیو رو باید زنگ بزنم. آقای اجازی خیلی خوب، امیر دوباره زنگ بزن با آقای اجازی. بله اول انقلاب بود، اینا میومدن قرارداد میمدن با کارخونه ها میبستن، به محض اینکه قرارداد میبستن میگفتن سهم ما رو بدین به عنوان دلالی. یه دو سه دفعه این کارخونجا تو آلمانی این کار کرده بودن، مثلا یه قرارداد 100 میلیونی بسته بودن 10% این میشد چقدر، 10 میلیون چقدر بیه. نمیدونم من حسابم خوب نیست. بعد پولا رو میگرفتن میرفتن قراردادم با هم زد. آمریکای آلمانی هم زرنگ شده بودن، میگفتن نه اول قرارداد اجرا میشه بعد ما قسمت اول سهم شما رو میدیم بعد قسمت دوم. قراردادم مثلا تا 10 سال باشه. تعجب کردین؟ خیلی خوب. حالا بسید که امیر
تونست با آقای حجازی ارتباط برقرار کنه. امیر من میتونم صحبت کنم؟ آقای حجازی صدای منی میشنوین؟ آقای حجازی برنامه خوب شما و امیر عزیز. صدای شما را الان من نمیشنوم. آقای حجازی صدای منی میشنوین؟ الان شنیدم. بله الو امیر مشکل چیه؟ من صدای شما را الان میشنوم آقای فراجی. آقای اجازی بله بله صدای منو میشنوین شما؟ امیر الو آقای اجازی بله بله صدای منو میشنوین آقای فرجی؟ نمیشنون امیر. نه من میشنوم صدای شما رو. صدای شما رو میشنوم. جواب نمیدین آقای اجازی. من نمیشنوم جواب آقای اجازی رو. آقای اجازی درود بر شما. درود بر شما. صدای منو میشنوین الان؟ بله الان میشنوم. بله بله. آقای اجازی یه مقدار وقت که تلف شد. بله بله متاسفم. بعد مطلب گفتنی زیاد هست ولی هر حال سعی میکنم فشرده تا اونجایی که بتونم مطالبی رو در اختیار برنامه شما بگذارم. عرض کنم حضورتون که میشنیدم صحبتهای شما رو که 6 میلیون برای بیمه بیکاری ثبت نام کردن. این لحظه ای که با شما صحبت میکنم این تعداد رسیده به 6.6، یعنی بیشتر از 6.5 میلیون. هفته پیش که صحبت میکردیم این تعداد 3 میلیون بود، یعنی دو برابر شده الان و به احتمال زیاد بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد. الان تعداد تلفات در سطح جهان 981221 نفر و تعداد کسانی که جانشون از دست دادن 50,000 نفر، 50,230 نفر. در امریکا 226,374 نفر که رقم حیرت آوریست و تعداد کسانی که جانشون را از دست دادن و هر لحظه داره بیشتر میشه به 5,310 نفر رسیده. اقداماتی که داره انجام میشه و صحبت‌های مختلفی که میشنویم از به اصطلاح رسانه‌های مختلف و مقامات مختلف یه مقداری در واقع باعث سردرگمی شده. در مورد استفاده از ماسک که کمیاب الان، ولی خب حالا توضیح خواهم داد که اینو دارن به سرعت اقدام میکنن براش که تعداد تولید این ماسک ها رو زیاد بکنن. کارخانجات مختلفی لباس های ورزشی درست میکردن، دارن ماسک هایی از پارچه درست میکنن که قابل شستشو هست و برخلاف اون یکی چند روز پیش که گفته بودن ماسک فقط برای کسانی که مبتلا هستن لازمه، الان به همه توصیه میکنن که ماسک بپوشن و ماسک استفاده بکنن برای اینکه مسئله آلودگی هوا و پراکنده شدن ذراتی که افراد مبتلا ممکنه توی هوا منتشر بکنن بسیار زیاد شده و مسائلی که مطرح پیرامون همین بیکاری و در واقع عدم بضاعت مردم برای خرید مایحتاجشون، حمله شدیدی که شد برای یعنی هجوم زیادی، حمله جز بدین نگم، هجومی که آوردن عده‌ای برای خرید اسلحه که باعث شد مغازه های اسلحه فروشی رو ببندن ولی آنلاین دوباره مردم دارن سفارش میدن. احتمالی رو که بعضی ها میدن که امیدوارم 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 اتفاق نیفته، این که یه عده دست به غارت بزنن به خونه های مردم برند و این مسئله داشتن اسلحه هم خودش مسئله دیگری است که اضافه شده. در شرایطی که روسیه که در واقع دشمن شناخته شده امریکا هست و تنها کسی که در طول این مدت از روسیه تمجید کرده و به خصوص از شخص آقای پوتین
آقای ترامپ بوده به یک اقدام بی سابقه دست زده و یک هواپیمای مملو و از کمک‌های مختلف رو برای امریکا فرستاده که تعداد زیادی ماسک درش است و آقای ترامپ هم تجلیل و تحسین کردن از این اقدام روسیه در این شرایط که شخصا فکر میکنم که در این شرایط واقعا کار درستی است برخلاف اون بی خردانی که در مملکت ما هستند و کمک هایی رو که امریکا میخواست بده رد کردن، اطبای پزشکان بدون مرز رو رد کردن کمک هاشونو، و بعد هم که آقای روحانی که با وقاحت کاملا آشکار آمده بود و آمد و گفت که تا هفته دیگه همه چیز در ایران به حالت عادی در میاد و ما کمبودی نداریم و هیچ مشکلی نیست و قرنطینه کردن مربوط به جنگ دوم جهانی، حالا اسم دیگری رو گذاشتن روی قرنطینه و امروز فرمودن که تا یک سال آینده ممکنه این ماجرا ادامه پیدا بکنه و ما باید مواظب باشیم و چقدر تعریف و تمجید از اقدامات مشعشعانه‌ای که کردن. دو مقاله بسیار بسیار خواندنی رو من توصیه میکنم، لااقل یک دونش رو که در فضای مجازی منتشر شده در گویا نیوز، آقای دکتر منصور فرهنگ که امروز مهمون برنامه من بودن و روز یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه برنامه گلگشت، دکتر فرهنگ مقاله ای رو نوشتن که من چند سطر شواسط رو میخونم. اشاره کردن که هدف این نوشته افزودن نکتهی به تحلیل بدی و آموزنده آقای جلال ایجادی در مقاله روان پریشی آیت الله خامنه ای، جن قرآنی، قدرت سیاسی در جامعه دینیست. و ادامه میدن این مقاله رو و بسیار خوندنی است، توصیه میکنم که دوستانمون برن و این رو مطالعه کنن. مقاله دیگری که اگر دوستانی علاقمند باشن من براشون خواهم فرستاد، ایمیل من هست در اختیار آقای شهرتی عزیز، اگر دوستان خواستم من این مقاله رو واسهشون میفرستم، به زبان انگلیسی هست. مقاله ای از تحت عنوان زلزله بد اقبالی بی انصافی یا خواست خدا که مقایسه کرده، آقای دکتر فرهنگ این مقاله رو در 2004 نوشتن، مقاله فوق العاده جالب هست. مقایسه کردن بین زلزله 2003 بم که در واقع ویرانگر بود به تمام معنا به دلیل بیخردی این رژیم، و اتفاقی که در بیش از 1200 سال پیش در لیسبون پرتغال اتفاق افتاده، یعنی در 1755، و چگونه اون موقع اندیشمندان و کسانی مثل ژان ژاک روسو و ولتر مناظره می کنند در این مورد و روشنگری می کنند و این خرافات مذهبی رو زیر سوال می برند، فوق العاده مقاله جالبی است. فعالیت هایی که در پیرامون ما اینجا داره صورت می گیره بی نظیره، یعنی همراهی مردم و کمک هایی رو که مردم دارن می کنند و این همگامی رو که با هم دیگه نشون دادن، همطور که خدمتون عرض کردم در مورد مسئله تولید ماسک و مقامات مختلف، یعنی فرماندار نیویورک آقای کومو و فرماندار کالیفرنیا سریعا اقدام کردن به افزودن تعداد تخت خواب هایی که برای انتقال بیماران معمولی از بیمارستان هایی که داره سرریز میشه از بیماران کرونایی، کانونشن سنتر لس آنجلس که یکی از بزرگترین در واقع محل ها هست برای
نمایشگاه ها برای رویدادهای مختلف بسیار وسیع، یک شهر خودش به نوبه خودش 2500 تخت خواب اونجا گذاشتن، یک کشتی نیروی دریایی امریکا اعزام شد به لس آنجلس و الان آمده و لنگر انداخته، 1000 تخت خواب داره با چندین اتاق عمل و بهترین وسایل، با اتاقهای مراقبت‌های ویژه. عرض کنم حضورتون که مشابه این کشتی رفته به نیویورک و اونجا لنگر انداخته با همین مشخصات، 1000 تخت خواب و اتاقهای عمل متعدد. و دیروز یک دیوانه دیگه پیدا شد اینجا که قطاری رو از ریل خارج کرد، قطاری که نزدیک بندرگاه بود که از ریل خارج کرد و روی زمین آسفالت مدتی این قطار در حرکت بود که بره و بزنه به این کشتی که اونجا به اصطلاح لنگر انداخته، که او رو دستگیر کردند. فعلا گفتند بدون اینکه بحثی درش باشه 20 سال زندان به او خواهند داد. و اقداماتی رو که ما میشنویم از جاهای مختلف و حیرت میکنه آدم، در فیلیپین این رئیس جمهور دیوانه و خوناشامش دستور داده که اگر کرونایی در خیابون دیدید بکشید، آقای رودریکو دوترته. و اقدامات دیگری که شرکت‌های دارویی دارن انجام میدن، به سرعت دنبال پیدا کردن داروهایی هستن برای معالجه و داروهایی برای و به اصطلاح تحقیقات در مورد تولید واکسن. شرکت دارویی ابت یک کیت آزمایشگاهی درست کرده که بین 5 تا 15 دقیقه تست میتونه تشخیص بده که شخصی به کرونا دچار شده یا نه، مبتلا شده یا نه. و اینها اقدامات حیرت انگیزی است که ما شاهدش هستیم. بسیاری از هتل ها داوطلب شدن که اتاق های خودشون رو در اختیار باز بیمارانی که در بیمارستان ها هستند بگذارن. این تخت خواب های اضافه و هتل ها و سالن ها و به اصطلاح سالن های ورزشی و غیره که دارن تجهیز میکنن با تخت خواب ها، فقط برای همین بیماران معمولی است که بیمارانی که الان در بیمارستان هستند و جلوگیری از تعداد بیشتر و باز شدن جا برای بیماران کرونایی که باید با در بیمارستان ها براشون امکانات بیشتری فراهمه. تعداد ونتیلیتور ها داره تولیدش زیاد میشه و قرار هست که به حد کافی تولید بشه. شرکت جنرال موتورز که قرار بود گفته بود که حاضر نیست این کارو بکنه، شروع کرده به تولید ونتیلیتور ها. این نقاب های پلاستیکی شفاف که روی صورت میگذارن که اون هم یکی از وسائلی است که لازم هست برای این افرادی که در دکترها و پرستارها و کسانی که در این زمینه دارن جان خودشون رو فدا میکنند. دو مصاحبه بین فرماندار نیویورک و برادرش کریس کومو که برنامه ساز سی ان ان هست جلب توجه بسیاری از مردم رو کرده. دو روز پیش فرماندار با برادرش که در زیر زمین خونه در واقع قرنطینه شده خونه خودش و مبتلا شده به بیماری کرونا و مزالک داره برنامه خودش رو انجام میده، فوق‌العاده تحت توجه قرار گرفت. و امروز هم در جلسه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی آقای کوموی فرماندار، دو برادر باز با همدیگه صحبت کردن. خانم نانسی پلوسی در کنگره یک کمیته مشترک از جمهوری خواهان و دموکرات ها رو تشکیل داده و باید ببینیم که این کارها به کجا منتهی خواهد شد. عرض کنم حضورتون که اقداماتی که چین و کره جنوبی انجام دادن در فضای مجازی، به طوری که
الان در چین گفته میشه که مقامات یا مسئولین میتونن تک تک افراد رو در هر جایی که باشن، رفت و آمد و رفتارشون و خریدهاشون و اقداماتی رو که در طول روز انجام میدن زیر نظر داشته باشن از طریق تلفن‌های همراه خودشون، که عده این رو یک اخطار میدونن به اینکه بعد از اینکه شرایط بهتر بشه و این بیماری فروکش بکنه، این اقداماتی که شده در واقع یک کنترل وحشتناک است روی رفتار تک تک افراد اون مملکت. کره جنوبی هم البته به صورت آزادانه تر یه همچین سیستم هایی رو ابدا کرده، برای اینکه عده‌ای جدی نمیگیرن. و صحبتی که از بعضی از دوستانم میشنوم فوق‌العاده نگران کننده است که همه این رو دست کم میگیرن، در حالی که وقتی که فقط کافیست به این آمار و ارقام توجه بفرمایند و به این که یه مملکتی مثل امریکا وقتی به صورت تعطیل در میاد و شهرهای بزرگی مثل لس‌آنجلس و نیویورک به صورت شهر ارواح در میاد، این دیگه مسئله شوخی برداری نیست. از بیرون رفتن افراد مسن به خصوص باید خودداری بکنن و مواظب باشن. همین. خیلی سپاسگزارم ازتون. ممنون. خواهش میکنم، روزتون بخیر. خب عمیانان گرامی، با سپاس از امیر شهرتی و شما که به این برنامه توجه کردید، تا برنامه آینده خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.